مشکل هم میشه که آقا وقت نمی باشم، خواهی نصاری با ما اون روز به خاطر صفحه شما گفته نی؟ صفحه که از این قسمت بالا را این روبین یاد میکنن، این را بنام روبین یاد میکنن، سیست؟ این قسمت را بنام تایتل بار یاد میکنن، تایتل بار موقعیت عنوان فایل هم میگه، درست؟ اینی هلپ سنتر است. هلپ سنتر از اینجا ما شما از خود ستاپ از خود کامپیوتر هم هلپ گرفته میتونیم، اگر اینترنت باشه باز ما ساین این میکنیم، از اونجا از شرکت اوتودسک ما میتونیم که برای خود کمک بگیریم. دیگه این شکل همو هلپ در اینجا موجود است، از اینجا شما میتونید هلپ کلیک کنید یا سند فیسبوک است و فیدبک است. فیدبک هم یه پیشنهادات انتقادات هم یه رو میتونید شما رای کنید. خب یا کدام گپی ندارم سید؟ این مینیمایز آیکن یعنی تکمه که کوچک بسازه، مکزیمایز آیکن تکمه که بزرگ بسازه و یا هم کلوز آیکن تکمه که بسته کنه. یا از بر ما دیگه این قسمت کلا از یا به نام مینیو بار یاد میشه، موقعیت مینوها هست. موقعیت مینوها مثلا فایل است، کاربرد فایل در چی از ذخیره ساختن است، تنظیم ساختن است، ادیت است، علاوه کردن، کاستن، ویو، نمایش دادن نماهای مختلف، انزل، درد ساختن، یعنی یک چیزی را وارد ساختن است، فرمت، تغییر شکل است. ما یک اشکال را تغییر میتیم از فرمت استفاده میکنیم. تولز، ابزارهای مختلف است که به خاطر اضافه کردن و یا کاستن یا تنظیمات مختلف در اتوکد از پیش استفاده میشه. و مینوی درا که از ترسیمات است، ما ترسیمات خود از مینوی درا اجرا میکنیم برای خود. مثلا لاین داریم، ری داریم، ما شما کنستراکشن لاین داریم، ملتی پلی داریم، هر کدام از این ما شما داریم، ملتی لاین، پولی لاین داریم، از این ما شما کمک میگیریم، کار میگیریم. دایمنشن که از اندازه گذاری رو برای ما شما مشخص میسازه. دایمنشن اندازه گذاری لاین است، لاین است، ارک لنت است، کوردینیشن است، رادیوس است، جشت است، دیگه مطور دیگه موضوعات است که بعدا ما شما میخوانیم. مودیفای شناسایی دراوینگ ما را برای ما چی میکنه؟ یعنی پیشبرد شناسایی است. پیشبرد شناسایی به این معنی که اگر ما تغییرات وارد میکنیم از لحاظ شکل هندسی و یا کدام حالت های دیگه میباشه، ما از چی استفاده میکنیم؟ از مودیفای، که خود مودیفای هم اینجا موجود است برای ما و شما، شارتکتش در اینجا موجود است. و دیگه از این که هست اصابه این در قسمت که هست پارامتریک است. پارامتریک یکم چیزای پیش ساخته مثلا در این جیومتریک کنسترینت به شما به اشکال جیومتریک است. پارالل موازی را میگه، تانجنت را میبینه، یک تانجنت چی را میگه برای ما شما، هوریزونتال است، ورتیکال است، حالت های زمین برای ما شما نشان میده یا ترسیمات حالت مختلف میده برای ما شما سیز. دیگه هلپ است که هلپ قبلا ما براتون گفتم دیگه این اکسپریس است که اکسپریس اینمی حالت هایی است که یکان موضوعاتی که مثلا در این مینو موجود نباشه میتونیم از اینجا از پیش استفاده کنیم، سینس؟ از استفاده کنیم. اینی صفحه کاری ما هسته، درست شد انشاءالله. دیگه در پایین که شما می اینی را بنام استیتاس بار یاد میکنیم، اینی موقعیت کنش بنام استیتاس بار است، یعنی حالت نشان دادن یک حالت بر ما میگه، در حالت دراوینگ اگر ما می باشیم. دیگه اینیا اندیکیتور است که شما دیدین اندیکیتور رو روزا میرم براتون موضوع را یاد کرده بودم که اینیا لی اوت به معنای پرنت لی اوت است که در ورد شما دارید اینجا برام لی اوت است. مدل صفحه است که ما بر خود چی میکنیم؟ ادیتینگ یا ترسیمات خود را دراوینگ میکنیم. خب این قسمت ها را کل از یارا به نام چی یاد میکنه؟ تول بارز. تول بارز بکس های ابزار است. اگه اینی رو ما پوینت کنم یعنی خودش یک بکس است، چون چندین ابزار در این وجود داره، خودش به نام تول بارز در انگلیسی است و در فارسی برای ما شما چی میگن؟ تول بارز. در این ما شما میگیم بکسه ابزار. اینی لایر پروپرتیز است، مشخصاتی که رویه ها را که ما جور میکنیم، رویه های مختلف از اینجا میتونیم ما شما او را تنظیم کنیم. دیگه این خود لایر است، لایر ما میتونیم از این نقطه تغییر بدیم، درست؟ و یا کم و زیاد کنید. قبلا گفتیم در بالا از این رایت کلیک کنید، اینجا تمام موضوعات موجود است، میتونید شما علاوه کنید و کم کنید. و یا ای که اگر بالا از طول بارک ها یا نباشه شما چطور میکنید؟ اینجا رایت کلیک کنید، در اتوکد میده، اتوکد با ما در اینجا میتونید شما علاوه کنید، درست شد انشاءالا؟ بله. سوال باشه در صفحه اینجا اینجا صفحه تو؟ مرسی، همی پیش مدل هم بود اینی رو بگید. خب یا خب مینال ما اگر مدل های مختلف داشته باشیم،
مثلا صفای کنار ما در اونجا چی می داشته باشیم، از ست چک میاریم، از ست چک ما چندین صفحه را در اینجا وارد کنیم، باز ما بتونیم توسط از این نکس کردن نکس کردن بالای دیگهش بریم. این هم مشکل نیست، ما شما می خوانیم. و دیگه این هم سکرال بار است، سکرال بار صفحه ما را به این طرف و طرف می کشانم، مثل در ورد ما شما داریم، درست شده انشاءالا؟ و این ابزارهایی است که ما باید در زیر تقسیمات را بخوانیم، باید از بفهمیم که در اینجا ما چی کار کرده میدیم به مرور زمان، یا بر شما چی میشه گفته میشه که یا چی کار بود دارم، شارکت هاش در کجا هست، درست شد انشاءالله. این شکل اینجا پن است، اینی زوم است که شما دارین، از این نقطه میتونه که مینی فول نگیفیدیشن داشته باشه، یعنی یک حالت داشته باشه بر خود، میبینی؟ یعنی اوربت برتون به تچیر بتا برتون، یا پیش از پیش که بر شما گفته شده شما را گیج میسازه این موضوعات، تا زمانی که ما شما ترسیمات اجرا میکنیم در اینجا اکسپرت میشیم، بعد از اون میتونیم که از اون با شما استفاده کنیم، درست شد؟ خب امروز میگم صحبه از قسمت ما باز شروع میکنیم، مثلا ما شما تا کنستراکشن لاین خوانده بودیم نی؟ امروز میگم از چی شروع میکنیم؟ از پولی لاین شروع میکنیم. پولی لاین خط موجدار یا خط ارگدار میگه، قوسی را. اگر باز اوقات شما دیده باشید تانگای تیل می باشه، اگر موضوع دیگه می باشه که مثلا نمایش پیش برآمده می باشه، او گل می باشه، بنابراین شما می تونید که زمین استفاده کنید. مثلا اسکیل شما اول یونت خود تعیین می کنید که از کدام یونت شما استفاده می کنید، که بعد اونجا میره متر انتخاب می کنید، موکی می کنید، درست؟ متر که انتخاب کردیم، آن از این جمعیم چی رو میگیریم؟ پولی لاین رو میگیریم. پولی لاین یک زمان نگرفتیم از یک نقطه قیمت هم بتیم اموگا پس، اگر در روی صفحه ما کلیک کنم پران هم بیم اموگا پس. مسئله دیگه اینجا سعی کنید خط زاویهی به شما اینجا ارتو داره، میبینیم شارکتش فشت است، میتونیم بالاش کلیک کنید را راست کنه برتان به طرف پایین می مثلا به طرف پایین می چند متر باشه، بر ما 8 متر باشه، 8 انتر میکنیم، ببینیم بسیار خرد است. این اسکرول اگه بگیرم پیش کش کنم تو که دست خود این تایرک اسکرول های خودش پیش میاره ایره، میبینیم؟ خب حالا به این طرف زمانی که ما میخوایم بیایم به این طرف ما چی کار میکنم؟ در پایان سعی کنیم چی داریم؟ A برای ارک، C برای کلوز، H برای هاف وید داریم، برای لند داریم، برای اندو و برای وید داریم، صحیح است؟ در این قسمت اگر شما میخواهی قوس داشته باشی، پس ای را بر ارک مندازی، انتر میکنی، انتر که کنی در اینجا سعی کنی که آل ارک برتان میتر، صحیح است؟ در ارک شعار را نمیتر بلکه دیامتر را میتر، عرض یک اتاق اگر ما 3 متر بگیریم در اینجا 3 متر را بندازم، انتر کنم، یعنی عرض اتاق بر ما داد، صحیح است؟ به شعا به عرض اتاق آیا ما به این طرف دیامتر است، قطر است. حالا اگر به این سومه میایم که سومه طول یک چیزی را جور کنم، اتاق را جور کنم، سعی کنید که باز عرق میایم برمانی. در پایان این موضوعات پیش تکرار شده، انگل است، سنتر است، کلوز است، دایرکشن است، دیگر لاین است. شما از اینجا چی را میگیری؟ لاین را میگیری، سین؟ ایلا که بر لاین انداخت انتر میکنه، اینی لاین شد براتون دوباره. این سومه یه مثلا اگر ما 6 متر به این سومه هایم انتر میکنم، حالا ما میرم به طرف بالا، وقتی به طرف بالا میرم میگم با دو طرف هم یک قوس یک عرق بر ما باشه، این را برش مندازم انتر میکنم و قطر از این را چند متر؟ 3 متر میتر، 3 متر که دارم پس دوباره بالا میرم باز عرق از بر ما، صحیح؟ دوباره ما ایلا به خاطر لاین مندازم انتر میکنم، مثلا 3 متر 8 متر داشتیم، 5 متر دیگه ایسو باقی مانده، یعنی 5 یک زمانی بر از این انداختیم انتر کردیم و وقتی که آمدیم در اینجا بالای از این که کلک کردیم ما شما انتر کردیم، از با در اینجا تفاوت ای با ای لاین در ای است که اگر از ای لاین ما شما هر قدر میم به این طرف و اون طرف و این طرف و زمانی که رو بسته می سازیم، ای چی است؟ ای لاین جدا جداست، میبینی؟ بیخی جدا جداست، یک جسم مستقل نیست، اما پولی لاین یک خاصیت دیگه داره که ای بسته میشه، باز یک لاین بسته میشه، میبینی؟ بیخی یک لاین بسته میشه، کلوز لاین، کلوز لاین میشه دیگه. این پولی لاین میتونی شما از این طریق شما از این استفاده کنید، درست انشاءالله؟ خب مین پوینتر از او چی داریم؟ ما شما پولیگان داریم. پولیگان اگر متوجه باشه که در تکنیکال دراوینگ مشکل ترین موضوع بر ما شما که بود، این همی ترسیم کردن یک دایره و چند قسمت بود، نی؟ ما دیواید میکنیم مثلا به 10 دسته و 12 دسته و 13 دسته، در اینجا و 3 دسته، در اینجا از پولیگان از چنزولی هم میتونیم استفاده کنیم، اما میتونیم که یک سرکل اگر داشته باشیم به بسیار سادگی و آسانی ای را تقسیم به چنزول کنیم. ما با طور مثال اگر ما بیایم اینجا سرکل کلیک کنم بالایش، از اینجا برای ما میگه که specify central point for circle،
نقطه مرکزی را برای نمی دایره تو تعیین کو. نقطه مرکزی را به طور مثال مدای درده از محورات کمیات و وضعیت، از محور کمیات و وضعیت دور میگیرم. این زیاد کوچک هستم و تو کلک میکنم میره پیش میارم که بزرگ شده برما این توبه قسمت سیست. خب آن در اینجا ما چی کار میکنم؟ در اینجا شعای از یه ما تعیین میکنم. مثلا شعایش ما برش میتونم افت انتر میکنم. افت متر است، واحد ما بمتر است. خب آن زمانی که ما افت تعیین کردیم چطور میتونیم ما این را با چند دسته تقسیم کنیم؟ اینجا پولیگان داریم ما، شما بالای پولیگان زمانی کلیک کنیم اینجا برامو میگه که انتر نمبر اف سایدز، یعنی تعداد اضلاع را داخل کن. تعداد اضلاعش 6 ما میگیرم، انتر میکنم. آل برامو میگه که اسپسیفای سنتر اف پولیگان، اونمو مرکز دایره، مرکز چی از برامو شما پولیگان است. پس 5 دای در ده بود نه، دای در ده انتر. وقتی که انتر کنیم اینجا برامو میگه که انسکرایب ان سرکل و دیگهش میگه که سرکیولر اسکرایبر، یک از این بیرون از دایره میبره، یک از این داخل دایره میباشه. اولش داخل دایره است. اگر ما انتر کردیم مشخص کردیم که باید اینو چند زولی در داخل محوطه دایره با وجود بیاره. پس امو شعایی که ما با سرکل داشتیم این شعا را بر ازمی هم میتیم افت کردیم دادیم انتر کردیم، میبینی با مو از لای موازی بدون از این که ما شما چند ساعت میزدیم دهی ده یک دقیقه در این دقیقه در توکت میتونه که کارا را اجرا کنم. خب این را ما پس دلیت میکنم به خاطر خوب برتون، خوب هم دلیت هم میکنم پس حالات اصلش میرم کنترل زده گرفتیم. دوباره پولیگان را میگیریم، پولیگان زمان گرفتیم باز همی 6 زل بر خود انتخاب میکنیم انتر میکنیم. مرکز هم میگه تاییم که مرکز باز اونو مدعی در ده بر خود مرکز را تاییم میکنیم انتر میکنیم. این بار چی میگیم برش؟ سرکیوم سکرایبت، یعنی خارج از این محوط شوایی. این یک پایین آوردم ما، یعنی بالا از اینی که ما کلک کردم حالا ما چی میکنم؟ اونو شوایی افت بر از این میتونم انتر میکنم. دیده انشالا با تفاوت از این که یکش داخل سرکل است و دیگهش خارج از سرکل است. اینی کار چی بود؟ پولیگان و سرکل بود. میم بالای ارک، در ارک چی میتونیم ما شما؟ اطور مثال پیش از این که در ارک بیم اینجا ما چی داریم؟ رکتنگل داریم، رکتنگل مستطیل هم میگه برای ما. اگر ما فرض کنیم که یک خانه 5x3 داشته باشیم یا 6x4 داشته باشیم، بالا از این زمان کلیک کنیم به صورت آسان از دو جهت ما میتونیم تنظیمش کنیم. مثلا اول قیمت ایکس همیتون مثلا برش میگم که اینمی رکتنگلی که برای ما میایه ده از ایکس دور باشه کاما و ده از وای انتر سیکلی ده اینجا آمدی را مشخص ها. حالا با دینیم یک حالت ما بر از این چی کار میکنم؟ هم طولش میتونم هم عرضش میتونم سیست؟ برش میگم که 6 متر طولش باشه از جهت x و 3 متر از جهت y عرضش باشه انتر سیست؟ 6x3 یک اتاق بر ما جور کرد. اما تغییرات هم ده ای آورده میتونیم. چرا که تغییرات آورده میتونیم ما در رکتنگل یا مستطیل که این شکل شما مربع میتونیم پیش از این باید کار کنیم. مربع هم باید آسان است، مربع را ده درده از مختصات کمیات وضعیت شما دور میگیره و برش میگه که بر ما 5x5 یک اتاق جور کنیم، یعنی 5x5 شد بر ما مربع شد. درست است شما؟ خب مرحله بعدی که ما چطور میتونیم در پولیگان تغییرات بریم؟ و این رقم است که زمان شما در رکتنگل، رکتنگل زمانی کلکه در پایان سعی کنید چنفر است، الیویشن است، فلیت است، تکنس است، وید است. در اینجا اگر ما چنفر و الیویشن یا رو براتون کار کنم این از اینجا کار میشه، براتون یک ذره زیاد میشه، ثقیل میشه. اما چیز دیگه ای که از در رکتنگل او رو کار میکنیم ده در ده انتر، انتر این نقطه رو مشخص کردیم. آب سعی کنید اینجا چی میگه؟ ایریا دایمنشن روتیشن. ایریا به این مانا میگه مساحت چه بر ما بته ما بر تو میتو میرم. ما اگر ای را برش بندازم انتر کنم آل از ما چی را میخواه؟ از ما میگه که انتر ایریا آف رکتنگل. اگر ما یک اتاق 6x4 داشته باشم 6x4 چند میشه؟ 24. ما 24 متر مربع مساحت را بندازم انتر میکنم آل از ما میخواه که تو اول عرضش میتی یا طولش. صحیح؟
مثلا من میگم که این امین ارزش میتو ارزش فقط بالای از این مت کلیک کردم، حالا میگه ارزش چقدر باشه. ما زمانی که ارزش 4 متر دارم این تر کردم، عاجل برام 4 در 6 میکشه. درست شد ان شاء الله. به خاطر از اینکه خوب شما باز درک کردم تا باز اینجا شما می در چی دمینوی درا دمینوی تولز دمینوی تولز شما انکویری داره اینجا تحقیقات در انکویری چی است؟ ایریا از براتون سیز ایریا را کلک میکنه، از اینجا آمده تا و این نقطه تول شد تا و این نقطه عرض شد سیز این در اینجا که آمده آل چی میگه براتون؟ زمانی که شما انتر کرده اینجا میگه که تو چی را میخوای؟ ایریا را میخوای؟ ایریای تو مساوی با 24 است، پریمتر تو چقدر است؟ 20 است. 4 و 4 8 6 6 12 میشه چقدر؟ 20 میشه. سیز انگار زاویه را میخوای، زاویه را برات میگه کدام زاویه را میخوای؟ زاویه را دیگه در زاویه خود صفر است، اون چیز کار نداره، ولیم نداری. ما شما دیستنس فاصله را اگر بخوای، فاصله از کجا تا به کجا سعی کنی میبینی یک فاصله ای که اونجا براتون میتو 3 متر 2 متر یعنی 3 متر است کلیک میکنی دیستنس چینج بر چی میگه؟ دیستنس 3 متر است. ان شاء الله رسیدی به موضوع. سخت نیست درس؟ نه نه چیزا خوب لایک است یا نه؟ مشکل نه است که بسیار تیز میگی. نه این خواهد خوب وضاحت خب اینی بود کار چی بود بر ما از ایریا ما شما کار میکردیم نی؟ حالا اگه چی همی شرکتا جمع در جریان درست بود بخود نمیشه رینشین چهار؟ این هست زمانی که ما ایار بر شما یاد دادیم در پروژه کلا شارتکت کار میشه، در پروژه باز چیز نگو بر تو میاد شارتکت میاد، در اون شوالا مشکل نیست. در ال بر لاین است، اکسل بر کنسترکشن لاین است، در پی او ال بر پولی لاین است، دیگه همینطور پولیگان است، همینطور میتونیم پی ال وای بی تی، دیگه مشکل نیست یا میشه. خب میایم در یک قسمت رکتنگل انتخاب میکنیم، از ده در ده ما کار خود دیگه آغاز میکنیم، انتر میکنیم، پایان میایم بر ما دایمنشن گفتنی. اگر شما بین اون دازه بر دایمنشن انتر میکنیم اینا لاندازه سپیسیفای لنت میگه لنت 6 میتون برش سپیسیفای وید عرضش هم میگه چقدر بیتون میگم سی بیتی عرضش انتر میبینی مشخص بر کنم اینجا را ترسیمش میکنه نیه کنم گفت نداره سیست. خب عین شکل میم در چی؟ در روتیشن. در روتیشن زمانی که شما می بالا از این کلیپ میکنی از ده در ده این مشخص میسازه یک نقطه را. حالا برای شما چی از اینجا روتیشن است؟ روتیشن آ را برای شما دازه انتر میکنه، حالا زاویه از پشتان میخواه سپیسیفای روتیشن اینگل اینگل هم میتونیم چقدر بتیم؟ 20 درجه سیز؟ 20 درجه یعنی 20 درجه شد برای تو سیز. اینا در اینجا چی میگه برای شما پایان را سعی کنی میگه ایریا را مندازی دایمنشن را مندازی چی را. اگر شما باز هم ایره برای ایریا بندازی 24 را بندازی طول شد برای 6 بطه آجل دیگه شد برای شما چی میکنه؟ جور میکنه سعی شد انشالا دیگه اینی کار ازی هست. و یک موضوع دیگه که آله هر قدری که شما از اینمی جا وارد کنه اونمو به شکل زاویه دار برای شما میگه تا زمانی که بخواهی این حالت عادی بیه پس آ را بنداز انتر کنه صفر بر زاویه بده که اینی حالت صفری رو براتون بگیره. درست شد انشاءالله. این رکتنگل بود. دیگه ما در اینجا چی داریم؟ مثلا ارک داریم ما شما در ارک چطور میتونیم در قوس مثلا دروازه های داریم که بالا از قوس هست، کلکین های داریم بالا از قوس هست. اگر ما شما یک کلکین داشته باشیم که این ده در ده ما این انتخاب میکنم انتر میکنم و دوی در دو ما یک کلکین بر خود میتونم. حالا از اینجا سعی کنید ارک چطور میتونه شما تنظیم کنه برای خود این اصلا ارک از اینجا قیمت هم داده میتونه چطور قیمت داده میتونه که از قیمت x تا x که وقتی بیا اینجا 10 است اما تا y چقدر است؟ 12 است سیست؟ به این معنی که شما چی میکنه 10 از x کاما 12 از y که بگیر انتر کنید سعی کنید مشخص دون گوشه آمد براتون سیست؟ بخاطر از اینی که نیمی شعار ما دیده بتانیم این جا ارتو را آف میکنیم یه این به این شکل زاویه دار بیه. حالا شعار از ما میخواه سیز specify second point of arc نقطه چی را بگه برمات چی کو؟ نقطه دوم مشخص کو نقطه دوم شما برش چقدر بتون مثلا یک متر میتون یک متر که دادم نقطه بعدیش کجاست برمات؟ این آخری است سیز؟ نقطه بعدی را شما میتونید برش بتیم بالاش کلیک کنید کدام گپی نداره سه شد انشاءالله.
این تو از این استفاده میکنی. اگر دروازه داشته باشه میشه که لایر کلام نمهای دیگه داشته باشه با میشه که شما استفاده کرده میتونی از پیشش. دیگهش ای از بر ما که ریویژن کلاود است. ریویژن کلاود ابرای نمایی را میگه بر ما و کاربرد از این در کجا میباشه. فرض مثال از یک قسمت ساختمان ما شما دیتیل میگیریم، صحیح؟ از یک قسمت سکشن باشه، از یک قسمت هر جایی که باشه یک دیتیل که میگیریم، او را ما برش چی میکنیم؟ زمان بالای از اینیمی کلیک کردیم آمدم نقطه ای که دیتیل گرفته میشه او را بالایش میچرخانیمش. خب حالا این به شکل دیگه از شما ایده بزنی سعی کنید از اصلا بالای این کلاود که وقت ریویژن کلاود آمده در اینجا شما چی داره؟ ارگلم داره و آبجکت و استایل. استایل هم میگیره انتر میکنه. در استایل شما کالیگرافی را گرفته، یعنی خوشنویسی واره. نارمال هم میگیره، وقتی که نارمال را گرفته آلی چی میشه بر شما؟ ارکش هم زیاد است، طول ارکش هم زیاد است. می دوباره بالای از اینیمی کلیک میکنی، وقتی بالای از این کلیک کردی اینجا چی داره؟ ارک لنت. ارک لنت این را بر ارک لنت مندازه سعی کنی پنج است. پنج متر بسیار زیاد است نی؟ اولش چند میتیم؟ اولش 0.5 میتیم انتر میکنیم، یعنی specify minimum length of arc انتر. آن چی میگه؟ specify maximum length of arc، یعنی مشخص کنی چی را؟ طول اعظمی یعنی ارک مشخص کو برام. این یک متر میتیم انتر میکنیم. آن زمانی که ما شما بیم هنوز اون کنان هست میبینیم که کنان هست ما دوگاه خوردش میکنیم این هست و میم در ریویژن کلاود. زمان ریویژن کلاود را گرفتیم ارک لنت هست. اول از این 0.1 میتیم انتر میکنیم، دومش 0.2 میتیم انتر میکنیم. آن زمانی که ما شما بیم خوردش میبینیم اما نقطه را که تعیین میکنه برای خود بازم اونجا بسته میشه و این قسمت ما شما آن شکل دایره هم بسته میکنه چه؟ آها چرا نمیکنه؟ و هر شکل بسته میکنه این اصلا شکل دایره را هر وقتی که شما بخوایی باز ما شما چی داریم؟ مثلا اینجا سرکل هست نیست؟ یک سرکل جور میکنیم برای خود، صحیح؟ سرکل که وقتی جور کردی باز می بالای چی؟ ریویژن کلاود. در ریویژن کلاود شما در اینجا چی داری؟ آبجکت داره. میبینی؟ او را بر آبجکت که انداخته انتر میکنه و در قسمت نیر انتخاب میکنه. ببینه اگر من یس بگرم ای چی میکنم؟ شعار را به بیرون میکشه و اگر من نو بگرم شعار را به کجا میکشه؟ به داخل میکشه. ریویژن کلاود زمانی من کلیک کنم او را بر آبجکت بندازم انتر کنم، این که وقتی من انتخاب کردم صحیح شد شعار انتر میکنم اینی با شکل سر کردم. رسید به موضوع یسه. خب این کار ریویژن کلاود بود که ما شما از ارک لنت، آبجکت و استایل میکنیم. کالیگرافی را آره اگر شما بگیری براتون درست میاد چون که او زیاد بود قوی بود. اگر شما برش استایل میزنی استایل که انتر کرده اینجا کالیگرافی را برش میگیری، وقتی کالیگرافی را گرفته حالا این به شکل براتون میکشنش. میبینی؟ این شکل ابرای نمایی رو ما میتونیم که زمین جور کنیم. مثلا این ساختمان باشه این ابرای نمایی است. باز وقتی که ما شما ویور یا نما را کار کردیم باز ما برتان از یا باعث ابرای نمایی برتان کارش میکنم. خب سعی شده شالا استاد در سرکل بعضی آپشن ها در کمانلاین بود سرکل شما داریم این اصلا بر تو وقت هستی بر تو وقت هستی این 3 پوینت هست 2 پوینت هست و تارگیت هست تانجانت هست رادیس هست ای به این مانا که یک سرکل از سه نقطه تعیین کو سیز 3P انتر 3P زمانی که در اینجا آمدی حالا چی کار میکنی تو یک نقطه دو نقطه اینی نقطه سه هم هست سیز از 3 پوینت از 2 پوینت از این زمانی که باز از سی رو بر سرکل منداز انتر میکنی اینی چی هست از 2 پوینت دو نقطه وقتی که دوره امرای پی انداخته انتر کده اینی یک نقطه است اینی نقطه بعدی را تعیین میکنه یعنی دیامتر را تعیین میکنه برای خود درست؟ این کار ازی هست در پولی لاین هم بود؟ در پولی لاین در یا در کلش هست در یا در کلش هست قانون تشریف اقوار را وارد بجنوشتا بگیر چیز در پولی لاینش بابر حالا گفتم برای شما وقت است این هست زمانی که شما در اینجا وارد شده در پروژه او وقت برای شما یا کار میشه استاد یا کار کنیم بازو هم ممنون اثر میشه که کارش کنیم او خب باز پروژه کار است خب پولی لاین در اینجا چی هست؟
هاف وید است. هر که کار کنم برتون نه هاف وید نصف عرض میگه سیز. اگر شما اچ ام اندازه انتر میکنید در هاف وید صفر است، حالا میبینه در صفر شما چقدر صفر اشاریه دور اندازه انتر میکنه. هاف وید به این معنی است نصفه که نصف طول میبینه، این به شکلی برتون میسازه. مثلا یک وکتور میسازه، یک موضوعات دیگه میباشه، و یا ای که شما اگر مثال تنوز که بر شما وقت در صنفای 3 و 4 شما که در بند نهر برسی و یا دیوارا استنادی برسی، میتونه که از این اشکال ها استفاده کنه. درست؟ این هاف وید از بر شما صحیح شد انشاءالا؟ هاف وید از هاف وید شروع کنه برتان انتر میکنیم، بعد از این از این استفاده کنیم. کلیلان موضوع بعدیش دیگه است. زمانی که اینجا کلک کردی آف وید آل اچ اک زمان شما انداخته انتر کردی، در اینجا چی رو اندازیم؟ صفر رو اندازیم، انتر میکنه. صفر که انداخته خب صفر آل باید به انده آف وید صفر بندازیم بر از این اک لند این آل بیاییم بالا از این چی رو میگریم؟ آف وید اچ انتر اچ انتر در اینجا چی رفته؟ سپیسیفای استرایت هاف وید استرایت هاف وید هم برای این قدر باشه سیز این شامینه مقدر باشه انتر میکنیم انشاءالله رسیدی به موضوع. خب موضوع بعدیش دیگه چیه؟ لنت است. لنت ها خب میفهمید دیگه دایی کلام وقت نیست ایلا بر طول بندازی طول میتبرتان سیست؟ طول میتبرتان دیگه از چی از بر شما؟ اندو است. یو رو بر اندو بنداز، یو انتر اندو کرد بر درست انشاءالله. وید عرض لاین است. عرض لاین چه قرار میخوای بسازی برای خود؟ وقتی که دبلیو رو انداختی برای وید انتر میکنی، عرض صفر است. عرض از صفر اشاره چند میتیم؟ 5 میتیم. انتر میکنیم، کلیک میکنیم، چقدر شد برای ما؟ گرفتی انشاءالله دفعه؟ با شکلی عرض لاین زیاد میکنی، اول نقطه صفری است که برش میگرسه، ایسا عرض لاین زیاد میکنه برای دین است. خب، این پولی لاین دیگه سوال نیست دهی؟ تو این درسته؟ نه انتر. خب ارک زمانی در ارک ده این زمانی که بالای ارک کلیک کنی سنتر است و انت است. این درسته با میبینه سنتر مرکز برتون تعیین میکنه. سنتر اک وقتی بندازه نقطه مرکز کجا؟ اینی نقطه مرکز دیده که از کجا گرفت؟ نشان رسیده به موضوع؟ جایی که کلیک میکنی یا قیمت میتی اونمو نقطه مرکزی میشه برتون. این از ارک شد. در اینجا مورا برتون این را گفتیم چی کار میشه در اینجا سیز؟ ریویشن کلاود را گفتیم این اسپیلاین است. اسپیلاین اینجا میتود است و اینی کورت است و ابجکت است. در اینجا و در اون قسمت هایی که شما میرسی مثلا اینا را در چی سرور خاندی نست؟ خاندی سرور اینا را در اینجا کنترول لاین ها است سیز؟ زمان کنترول لاین تو تعیین کنی برش اینجا سر که اینجا چی را میگه؟ تنجانت را میگه سیز؟ تنجنسی را میگه. اگر تو اینی ای را برش تنظیم میکنی مندازی به اینجا چی از بر تو؟ خب تولرنس را تی را بر تولرنس مندازی ظرفیت را برش تعیین میکنی صحیح شد انشاءالا؟ گرفتی یه دفعه؟ خب به اینجا خمه رسی را بیم تو بالا دلیت میاییم موضوع بعدی اسپیلاین کار میکنیم. اسپلاین در زمانهای سابق که مثلا 7-3D نبود و ایگل پوینتی موضوعات نبود، از اسپلاین به خاطر چی استفاده میکنن؟ به خاطر اینمی کوردینیشن هایی که در سروی استفاده میشه سیز کنترول لاین ها و یا سوپر الیویشن هایی که میباشد یا استفاده میشد. از اینجا ما شما میتونیم که میره استفاده کنیم. مثلا اگر ما به طور مثال تقریبی میبتون کار کنم، اگر یک سرک باشه اینی گولایی های سرک ما شما داریم انتر انتر اسکیپ اینی گولایی سرک باشه و یا یک کانتور لاین باشه برای ما شما درست؟ اسپلاین چطور میکنیم؟ مثلا اگر ما سنتر لاین سرک برش نشان میتیم اینجا بسیار گولایی خطرناک آمد این گولایی رو پس کنیم از جد یک شعای کم برش میتیم اسکیپ اینی را ما یک آفست برش میتیم. آفست و قبلا در اینجا ما بر شما در کنستراکشن لاین هم کار کرده بودم اینی جا آفست فاصله داده را میگه برای ما. زمانی آفست کلیک کردیم به طور مثال ما 2 متر از یک طرف ما فاصله میتیم، 2 متر از دیگه طرف فاصله میتیم، 2 متر از یک طرف، 2 متر از دیگه طرف. چطور میتونیم ما در اینجا سنتر لاین مشخص بسازیم برای خود که نیمی سنتر لاین باشه برای ما شما درست؟
دیگه ما از پراپرتیز لاین در اینجا استفاده میکنیم. زمانی که را کلک کردیم که سنتر لاین برای ما آماده شد، این سکر لاین تایپ کنترل است. از اینجا می چی را میگیره؟ عدد را انتخاب میکنی. عدد زمانی که شما انتخاب کرده در این قسمت شما چی میکنی؟ شو دیتیلز. در شو دیتیلز خب لود میکنی حالا. زمانی که لود کردی از اینجا شما سنتر لاین های مختلف داره که میتونی استفاده کنی. دیگه با هایدرولیک داره شما که اینو بعد با اس بار تون سلوپ نشان میده، دیگه زگزاگ هست هم تو موضوعات، دیگه از گاز لاین هست. از اینجا شما مشخصا می یک سنتر لاین انتخاب میکنی، اینی سنتر لاین انتخاب میکنی، اوکی میکنی. زمانی که سنتر لاین انتخاب کردی اوکی میکنی. ببینید سنتر لاین اول دوباره ما زمانی که سنتر لاین انتخاب کنی، اینی سنتر لاین چی از بر شما زیاد کلان است، میبینه باید خرد شوه. در این صورت شما چی کار میکنه؟ می در بالای این قسمت دوباره عدد کلک میکنی، عدد را کلک کرده این کلان است، این 0.1 میسازیم. 0.1 است، اینجا چی است؟ گلوبال اسکیل فاکتر است. اسکیل فاکتر از این 0.1 که بسازیم چی ساخت بر ما؟ دیده انشالا؟ آل گپ ها آسان شده، توتال استیشن هست، سوکی هست، نوکی هست و خودش زمین کردنیشن بطیق جور میکنن. در سابقه ها به این شکل میشد که استفاده کنن. و یا در اینجا میتونیم ما شما اگر یک نقطه محوطه دریا را ما شما نشان بتیم، میتونیم به این شکل نشان بتیم. یا همون نقاط که در زمین چی میباشد، نقاط غیر منظم زمینه. دیگه ما شما چی داریم؟ در اینجا الپس داریم. در سابقه الپس بیضه‌ای را میگه. بیضه‌ای از سه نقطه بر شما تعیین میشه. مثلا بیضه‌ای را میگه که از کدام نقطه تعیین میکنی؟ نقطه یک، نقطه دو، آخرش چی میباشه؟ نقطه سه میباشه. اگر اینی نقطه نقطه اول ما باشه، نقطه دو را برش 8 میتم انتر میکنم، در نقطه سه ما شعاع را میدیم. گرفتی هدف؟ چقدر شعاع بیضه‌ای باشه؟ 1.5 میگم یک شعاع برام تعیین کن. اینی شعاع بیضه‌ای و اینی نقطه اول، از اینجا شروع کنیم، نقطه دوم از اینجا شد و نقطه آخر چی بود برای ما؟ شعاع بود برای ما. درست شد انشاءالله. دیگه چی داریم ما شما در اینجا؟ الپس ارک داریم، هم بیضوی است و هم چی است؟ ارک است. ای از نقطه شروع باز دو باز سه باز چهار باز پنج چی معنا میده؟ ای زمان اکتوبه بالای الپس ارک کلک کنی، این نقطه اولت شد، اینی نقطه چی است؟ نقطه دوم تزبرد. نقطه دوم که شد این اصابه، آن نقطه سه را شما از کجا آغاز میکنی که شعاع را تعیین کنی برش؟ گرفتی هدف؟ در نقطه سه چی است؟ شعاع است براتون. اینی شعاع را که تعیین کردی، آن زاویه را میگه که از کجا زاویه را شروع میکنی تو. ببینی از نقطه صفری زاویه شروع شد و یا از نقطه یک، مثلا من میگم که از 180 شروع شد و انتر تا کجا اینی دوام کنه برای من؟ صحیح؟ تا چقدر میگم؟ از 180 تا 0 دوام کنه، انتر میکنم. گرفتی هدف؟ یعنی قیمت زاویه را دادم از 180 آوردم 0. میتونی که از 0 180 360 درجه هر قدری که داشته باشی. بازم نقطه اول شروع شد، نقطه دوم شما میتی، مرحله بعدی چی است؟ شعاع است. وقتی که شعاع را دادی، شروع زاویه از کجا باشه؟ از 0 باشه. ختم زاویه را کجا باشه؟ 320 درجه باشه، انتر. گرفتی هدف؟ اینی شد چی؟ الپس ارک. و کاربرد از یاد اصابات در ساختمان بی نهایت کم است. ای ها در کجا کاربردش میشه؟ که مثلا شما چی جور کنید؟ پرزاجات موتن جور کنید. در رسم تخنیک ما شما در اوها کار نداریم. میم در قسمت چی؟ انزد بلاک و میک بلاک. انزد بلاک و میک بلاک چی کار میکنه برای ما شما در اصابات؟ اگر ما یک ترسیم اجرا میکنم که مثلا اینی یک پنجره خانه باشه برام و این شکل انتر میکنم، دینی نقطه ما کلیک میکنم، یعنی تو این پایان میارم و دینی جمع دروازه را میتونم انتر میکنم، یک اندازه از اینجا شروع میکنم، دروازه را تا کجا میارم؟ تا با این نقطه میارم دروازه را تا اینجا آوردم. حالا از این قسمت ما چه کار میکنم؟ یک لاین برش میتونم الان اندازم انتر میکنم، این را میکشم، زاویه از این را چه کار میکنم؟ ما برش ادساین را مندازم، ادساین را که انداختم ما برش مثلا اول معلوم نیست برای من این را 20 میتون طولش هم خب این نشد ادساین فاصله 20 و زاویه به اندازه چقدر باشه؟ 30 درجه سیست؟ انتر میکنم، انتر میکنم، این شکل ایل را مندازم، انتر میکنم برای ازی ما این را میکشم به کدام طرف؟ به این طرف.
طول از این ادساین دور میگیره که فاصله داره تا برای ما این 20 متر و زاویه از این چند متر ما باید؟ چند متر این ارساد؟ من 3 این ارساد تو رو میدیم؟ زاویه چه قشن؟ من 3 اگر قیمت بتیم؟ من 3 این چند شد؟ 0 این 90 درجه 3 دیگه که بتیم چه قدر شد؟ 120 درجه این 120 درجه که وقتی امروز بتو منتر کنم که یه خود نشته باشت از پیش ما 120 این صفر شد 90 درجه میشه وقتی که 90 درجه شد حالا از 90 درجه به این طرف چقدر بیاید؟ 135 نمیاد 135 نمیاد 30 درجه 45 30 درجه 90 درجه 90 درجه را کهش چی کنید 120 درجه میشه 120 کلک میکنم بکن خب حال در این قسمت ما چی میکنیم؟ در اینجا سعی کنید که اگر اینجا ما شما اریز داریم صحیح است؟ اریز داریم زمانی که من اریز را کلک کنم بخواهیم که این اضافه های از بین بره نه؟ این را که من کلک کنم انتر کنم کل ازی از بین میره میبینه؟ وقتی کل ازی از بین رفت ما دوباره کنترول زید میکنم رای حل در اوتوکت چی از در این ترم هست صحیح است؟ کتا ساختن زمانی که ما بالای ترم کلک کنم انتر کنم ای آماده میشم میگم که این لاین اضافی را چی کنم از بین ببر انتر صحیح شده شالا حالا سعی کنه انزد بلاک میک بلاک چی مانا میتر برای ما اگر من کلیک کنم یا یکی هست جدا جداست هر کدام از این جداست میبینه پس ما میخواهیم که یکی بسازم برای خود پس در اینجا بلاک داریم ما در اینجا زمانی که میک بلاک است میک بلاک که زمانی ما بالایش کلیک کنم از اینجا ما چی کار میکنم نیم میتون برش مثلا ویو برش میکنم که اینمی چی باشه برای من ویو باشه یا ویو یک باشه از این قسمت بر ما میگه که تو چی کو سلیکت آبجکت امی اشیایی که تو داری ایر انتخاب کو این زمانی که من کلیک کنم کل از این ایر انتخاب میکنم انتر میکنم ببینه که اون رسم در اینجا آمد بر ما سیست؟ آیی کنورت بلاک از این ریتین است ریتین حالت خودش آبان کنورت بلاکی رو با بلاک جور کو اگر بلاک داشته باشیم این دلیتش میکنه سیست؟ اینجا دسکریپشن هست میتونه که دولت خودش بانش باقی بان دولت خودش نه نه خب آل این را که من وقتی برش دادم در اینجا میگه که specify on screen در screen در مشخص کنید در کجا مشخص میکنی ما زمانی که اینی را اگر بخوایم که چی کنم چک بزنم چک بزنم در صفر صفر جور شد و اگر بخوایم که ما این از یک نقطه بردارم هر وقتی که انزد بلاک کنم از اون نقطه برام آورده شوه ما اون نقطه را اینجا انتخاب میکنم کوردینیشن چه از ایکس و وای میتر از زد صفر است درست ان شاء الله این که از نوتیشن های هست که ما از چی میاریم برای خود از دیزاین سنتر میاریم که اون را بعدا ما شما کار میکنیم دیگه این را ما اوکی میکنم بلاک چی شد؟ میک شد چرا قبل شد؟ آن زمانی که من یکی را انتخاب کنم کلش چی میشه؟ انتخاب میشه قبلا که بود چی بود؟ جدا جدا بود برای ما سیست؟ جدا جدا بود دیگه این هیچ من ندارم هر وقتی که من اینجا کار کنم یک ترسیمات خود اجرا کنم دراوینگ خود ایجاد کنم من وقتی که یار ایجاد میکنم ضرورت میشه که من بلاک برای خود بیارم یک دونه نه دو دونه نه هر قدر که خواسته باشم با در اون صورت ما چی میکنم؟ انزرد بلاک انزرد بلاک اگر هر قدر داشته باشه اینجا لستش موجود میاد براتون پس انزرد رو اوکی میکنی اسکرین پوینت دیده برش هم نقطه که مرفتم از اونجا بردارش این از این نقطه برای من گرفت آوردش انتر میکنی دیگه آماده است دیگه شما میره در یک نقطه دیگه جابجا میکنی انتر دیگه شما میره در یک نقطه دیگه جابجا میکنی درست شد ان شاء الله این قسمی از بر ما شما مثلا این نیوم سعی کنی کلش یک بلاک نیست میبینی جدا جداست اگر بخوایم که پس همین ما یک بلاک اولی را جور کنم باز هم میتونی شما بالا چی بگی میک بلاک میک بلاک را بگیری چی کنی سلیکت آبجکت کل از این آبجکت ها را انتخاب کنی انتر کنی این به نام ویو چند بتی برای خود ویو دو بتی برش ویو دو که وقتی داده این را برای سکرین سپسیفای کنی آن از این نقطه نمیگرم این از این نقطه میگرم این نقطه میگرم کوردینیشن شد برای ما میتن این را اوکی میکنم کوردینیشن شد داد این را زمانی که ما اوکی کدم آل به این قسمت ما چی کار میکنم این بلاک هم یکی شد این را دلیت میکنم هر وقتی بخواهیم ما از این زد کنم پس ما چی کار میکنیم یه خون میک بلاک بود آل مین انزد بلاک انزد بلاک از زمان شما کلیک کنه از اینجا میتونه ویو یک بیاره اوکی کنه اینجا ضرورت بود ویو یک انتر از اینجا ضرورت از ویو چی؟ ویو دو این را کلیک کنه سعی کنه هم نقطه ای که من رفتم از اونجا بر بارادش سعیست؟ این میتونه ما چی کار کنم؟ این در این نقطه بیارم بارو باشه
رسیده به موضوع. خب اینی چی از برای شما؟ پوینت است. پوینت نقطه را میگه در سایگاه. پوینت اگر ما شما میخواییم بر خود استفاده کنیم، مثلا مثال ما شما یک رکتنگل داریم، فرض کنیم که اینمی یک آتب باشه برای ما، از ده در ده اینمی آغاز شده، انتر میکنیم، از ده در ده که آغاز شد اینی را برش میتیم 20 در 20، 20 در 20 برش میتیم. آن چی کار میکنم؟ پوینت ما کلیک میکنم، وقتی پوینت کلیک کردم این نقطه رو کلیک میکنم، این نقطه رو کلیک میکنم، ایشام کلیک میکنم و این نقطه رو کلیک میکنم. اینا کلیک کردم ما چی کار میکنم؟ اسکیپ میگیرم. اسکیپ وقت زمانی گرفتم دیگه اینجا نقطه معلوم نمیشه برای ما شما نه. چی میکنه؟ دمینوی فرمت اومده میده پوینت استایل، از پوینت استایل یکی از اشکال انتخاب میکنیم. فرض میکنیم اینم یک تعداد باشه، این اشکال انتخاب کرده، اوکی میکنم. ای برام مشخص شد. حالا من میتونم که سایز شما تغییر بدم، مثلا بیم بالای پوینت استایل کلیک کنم، شکلش تغییر بدم، سایزش 5 است، سایزش میتونم برای چقدر بدم؟ سایزش 8 میتیم. اوکی میکنیم، کلان میشه برام. درست دیگه چطور میتونی از این پوینت استفاده کنی؟ اینجا سعی کنی ای کلش یکی است نه. هر وقت شما خواسته که یک عضو را شما دیواید کنی یا تقسیم کنی یا تجزیه کنی، شما در اینجا چی داره؟ اکسپلور داره. زمان بالا اکسپلور که کلیک میکنه، سعی کنه چی شدی؟ جدا جدا شد، یک عضو بود جدا جدا شد. سعیست؟ حال در اینجا ما چه کار میکنیم؟ ما میخوایم که از این یک نقطه نبیه، اینی نقطه چی شود؟ چندین دارد پوینت بیه بر ما. پس در این صورت شما نشته میکنه که دیواید، دیواید انتر، اینی عضو را انتخاب میکنه، ای سپیس همیتا براتان، انتر the number of segment. سگمنت تعداد چی را میگن؟ تعداد چی را میگن سگمنت؟ قطعه ها را میگن، با چند قطعه ها شده سیست؟ سی را ما برش مندازم، انتر میکنم. چند قطعه شد برما؟ یک قطعه، دو قطعه، سه قطعه، این شکل، انتر میکنه. این را انتخاب میکنه، میگه این چهار قطعه شده برما، این را انتر میکنه. دیدی؟ انتر، بازیش انتخاب میکنیم، میگه میگه هم چهار قطعه شده برما، انتر. این خودش آماده از زیر تا زمان دیگه عملیه را اجرا نکنه. این نقطه را انتخاب میکنه، این را سه میگیره بارش انتر میکنه. درست شد انشاءالله؟ اینی بود کار چی؟ پوینت که ما شما برای خود اجرا میکنیم. برای امروز بس هست درس ما. اگر سوال داشته باشه، پیشنهاد، انتقاد نیست؟ دوباره کلیک میکنیم اینی را.